چون این شتابان به کجا چون این شتابان چه خبه؟ سلام. سلام. خوبی؟ بد نیستم. شما چطوری؟ خسته نباشین. من خوبم. خیلی ممنون. بفرمایید تو. تو دوباره باز شروع کردی. دائم داری اعصاب منو خرد میکنی. دیگه چی شده؟ بابا چی میخواستی بشه؟ این کفشای بی‌صاحب شده رو 100 دفعه گفتم جلو در نذار. این چیه مرگوش اینجا آویزون کردی؟ مگه اینجا موزه حیات وحشه؟ منظر است بابا، منظر خروس. آخه اعصاب همه رو خرد کردی. این سر صداها چی بل کردی تو خونه؟ بابا صدای نوار منم داشتم باهاش زمزمه میکردم. خب میخوام زمزمه نکنی؟ مگه اینجا صحراست که صدا رو همچین بل میکنی؟ ای من اصلا نمیفهمم این وقت روز تو خونه چی کار میکنی شما ها؟ چی کار میکنی؟ امروز حال نداشتم نرفتم سر کار. اشکال داره؟ به من اصلا ربطی نداره که تو رفتی سر کار یا نرفتی. ولی آقا منصور یک بار دیگه ببین بهت گفته باشم، یک بار دیگه، این چه بویه داره از تو خونت میاد؟ ای وا غذام سو. داش در نمیاد. تفلکی آخه. چی چی رو تفلکی؟ تو نمیخواد دلت برای اون بسوزه. اینو میگم بابا، نوشته یک نفر با سرعت غیر مجاز در اتوبان کرج فاجعه آفرید. خدای الهی منو مرگم بده. وحیدم طوری شده؟ وحید برشی ماما. این داره میگه وحید فاجعه آفریده. مامان من نگفتم وحید، من گفتم یک نفر. اینجا اصلا اسم ننوشته. شاید روزنامه ننوشته که من ناراحت نشم. با اون وضعیم که رانندگی میکنه وحید شاید فاجعه به بار آورده باشه. مامان این میگه تو اتوبان کرج وحید که اصلا ایران نیست که. آقا شاید نوشته اتوبان کرج که من ناراحت نشم. بابا اصلا این روزنامه مال دیروزه. مگه شما همین امروز صبح تلفنی با وحید حرف نزدین؟ من چه میدونم مادر؟ پس چرا میگی وحید فاجعه به بار آورده؟ این من کی گفتم؟ دوست دارم. نگاه کن چجوری داره با من لجبازی میکنه. نگاه کن، این نیست، اینه حامده. حامد. خب ببین من به همین حامد چند دفعه گفتم اینقدر بلند نخون. صداشو نگاه کن. خب مادر پاشو برو بهش بگو یکم یواشتر. میدونی دوست دارم قد یه دنیا، قد اون ستاره های آسمونا. بمون بمونم تو ای آرام جونم. میدونی هلاکتم، عاشق اون مرامتم، میدونی یه عمریه من در انتظارتم، خودت میدونی. لالنه ها بلند به به ها دست بزنید همه اینه که میگرید بلند به به دوست دارم کف بزنید سخت برو سرتون خراب کنید. حامد حالا عذر میخوام، عذر میخوام. حامد یواشتر، خب همسایی ها شاکی میشن. خب جا داره من یه عذرخواهی کنم بابت این وقفه ای که پیش اومد.
و میخوام کسی رو معرفی کنم. خندشته. کسی که سالهای سال در کنار من بوده، سوخته و ساخته و همیشه و همیشه در تنهایی ها کنار من بوده، اون کسی نیست جز همسرم. به افتخارش خواهش کنم کف مرتب. به به بلند دست بزنید. آها یواشتر، همسایه ها شاکی میشن. خب جا داره که به خاطر همسایه های عزیزم یک کف مرتب بزنید. به به باشه، اگه اجازه بدید من نمیخونم و یه ذره با صدای پایین باهاتون حرف میزنم. چشم. مرسی. ببین وقتی تمرین تموم شد بیا غذا حاضره. باشه. بله با کف بلند ایشونو راهنمایی کنیم به بیرون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب حالا که همسرم رفت، حالا اینجا رو بهتر کنید. میدونی دوست دارم قده دنیا، قده اون ستار مایی. معذرت خواست، گفت دیگه بلند آواز بمونی. بمونم توی آرام جونم. اسم قشنگ بلند دست بزن. دستت میخوام تا اول بزنه. بزن شره. آخه یک دختر 5 ساله از طبقه دوم افتاد پایین. الهی من بمیرم، نکنه وحید من باشه. وحید 5 سالشه؟ خب برای چی میخندی؟ هنوز که مادر نشدی ببینی مادر چه بدبختی ها که نمیکشه. اون برای دنیا غریب افتاده، هر دفعه که هر اتفاقی میفته آن این 4 ستون بدن من همینجوری میلرزه. خب دست خودم نیست. بله. الو. الو. تاکسی ارغوان؟ نه خیر، اشتباه گرفتی. یعنی کشتن ما رو با این تاکسی ارغوان. روزی 100 دفعه زنگ میزنه تاکسی ارغوان. میشنوی؟ نگاه کن چجوری داره با من این لجبازی میکنه. حالا اومده تو حیال خلوت بغل گوشی من داره سوت میزنه. هاشم من یه چیزی بهش بگین تا من بلند نشدم برم سر وقتش. آقا منصور، من باید با چه زبونی بهت بگم اینقدر توی این خونه سر و صدا راه ننداز. عجب مکافاتی گیر کردم. اگه اینجا خونه شماست، خونه منم هست. نه خیر، خونه شما نیست، خونه منه. هیچ کس هم حق نداری توی خونه سود بزنی. من هر جا که دلم بخواد سود میزنم. اون صدا تو بر من نبر بالا. آی چی شد؟ کجات خورد؟ برو به این مامانت بگو دیگه داره اون روم بالا میاد. وقتی همون روم بالا بیاد خودش کنار ببینم. مثلا روم بالا بیاد میخواد چیکار کنی؟ ها؟ یه هنیونی ترسیدم. گفتم مثلا اون روت بیاد بالا میخواد چیکار کنی؟ ببین شکو خانم، برای من اینجا تعیین تکلیف نکن. من هر جا دلم بخواد سوت میزنم. ببین حامد جان، تو مدام تو خونه یا داری با صدای بلند سوت میزنی یا با صدای بلند داری آواز میخونی. اون وقت من میتونم به بقیه چیزی بگم؟ نه. پس خواهش میکنم از این بعد تو خونه نه با صدای بلند سوت بزن نه با صدای بلند بخون. زشته، والا زشته. منو ببخش بابت اشتباهاتم، بابت این سود زدنم. واقعا دوست دارم منو ببخشید. میدونید من نمیدونم چجوری عذرخواهی کنم، فقط میدونم که هزاران بار از شما عذرخواهی میکنم. واقعا منو ببخشید، من عذر میخوام. من هزاران بار از شما معذرت میخوام. حتی میدونم بازم بابت این صرفم عذر میخوام. من حاضرم اینو کتما بنویسم که عذر میخوام. فقط اجازه بدید من یک توضیح کوچیک بدم. این سوتی که میزدم از ساخته های خودمه. یه تیکش کوچولو اجرا میکنم ببینید. این
این آهنگی که ملودی که خودم ساختم، ولی بابت حتی همین ذره کوچک سوتم بازم عذر میخوام. دوست دارم آخه ببینید من خیلی خوب دیگه گفتم اشکالی نداره دیگه، هم بهش فکر نکن، کارت که تموشه، نهار حاضره، بیا نهار تو بخور. بازم میگم خلاصه اینکه یک دنیا معذرت. برو مهم نیست دیگه، برو تو. پس منو میبخشید؟ برو تو دیگه. خیلی برو. ممنونم با اجازت. این من واقعا از میخوام یه مقدار تهش مونده بود این، چون آهنگی خشنگی این تهش. واقعا حرفی برای گفتن ندارم. برو تو دیگه. میگم حالا حامد نمیتونست کاری بکنه تو تهران که دیگه پا نشه بره اونجا؟ آخه کیشا دوست داره، بعدش هم عادت کرده دیگه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونست تو یکی از هم سفره خونه های سنتی یه کار درست درمون این شوهرت برای خوش پیدا کنه؟ چرا نمیتونست؟ میتونست، ولی خب پولش اندازه یه چیز نیست. حالا اگه کاستش در بیاد حتما یه جای اینجا کار پیدا میکنه. این کاست حامدم که دیگه منو کشت، همش هی میگه این کاست در بیاد، کاست در بیاد. انشالله یه عمری برای من باقی بمونه که این کاست رو ببینم چیه که اینقدر از این کاست حرف میزنه. مادر زنگ دارن میزنن. خواهم جو بسید بربر من نگاه میکنی که چی؟ آخه زنگ میدونم زنگ دارن میزنن. آره آبم بده. بله بفرمایید. از کدوم بانگ آمدی؟ بله بله بفرمایید. بونگای اومده برای طبقه بالا مستأجر آورده. یکیتون میرین راهنمایی کنین یا خودم پاشم برم؟ الان. سانت به سانت این خونه رو که وقتی داشت ساخته میشد بالا سر مهندس ناظر بودم. هر کدوم از این دوستا و فامیل و آشنا اومدن توی این خونه گفتن با شوکو جون چقدر خونه شیکه، چقدر قشنگه. اینو ملخن؟ بله. گفتم اینا ملخن؟ بله تمام عکس برگردون این ملخا دونه به دونهشو از فرانسه گفتم آوردن همجور چسبوندن رو دیوار. سه تا سویت هم هست که اون پایین مستقله. بله یه واحدشی که خب خودم دارم استفاده میکنم، یه واحدش هم آقای مهندس که داماد من میشه با دخترم همین واحد بغلی میشینن، دو تا واحد هم خب برای اون دو تا بچهای دیگه که هنوز ازدواج نکردن گذاشتم برای اونا که انشالله به امید خدا اونا هم وقتی رفتن سر خونه زندگیشون دیگه من دیگه از اجاره دادن دیگه منصرف میشم. این دختر من که الان واحد بغلی میشینه مهماندار هواپیماست، هم که شوهرش هم تو کار آواز و این چیزاست. بعد دختر کوچیکم الان دانشجوی داره درس میخونه. بعد پسرم هم که الحمدلله به امید خدا الان میخواد مهندسیشو بگیره، میگم مهندسیشو، داره دکتر میشه، داره دکتر میشه. بچه‌م تو ایران نه ها، خارج از ایران داره دکتراشو میگیره. بله سرتو ببر تو پنجرم ببر. این دیگه کی بود؟ ترسیدم زهلم ریخت. کلن فضایی راحت میشه. این مهندسه، دامادمه، عاشق موسیقی، فقط هم کلاسیک گوش میکنه. مهندس جان یکم یواشتر. مهندس یواشتر. زمین همونی خیلی دیگه مهندس یواشتر. ببخشینا، پسندیدین؟ نه، اصلا. چرا؟ خیلی چیپه، به درد من نمیخوره. ببخشیدا، حقیقت که ناراحتتون نمی کنه. نه خیر، اصلا هم ناراحتم نکرد. خیلی ممنون. خواهش میکنم. به سلامت.
آقای غلامی. بله خانم. میشه یه خواهش کنم ازتون؟ بله بفرمایید. از این به بعد دیگه از این مستاجره بر من نیارین. یعنی چه جوری؟ یعنی از خود راضی، یعنی پر رو، یعنی تازه به دوران رسیده. والا حقیقت که شما ناراحت نمی کنه. بله؟ تو فرس ای خوشه و خدا و بچی و نوی دو فرس ای دو فرس لی خشه و خدا بچی و نایی دو فرس لی خشه به خدا بشیم و نوییم. تو منظورت از این کارا چیه؟ نگاه کن مبلای وحید بدبختم و نگاه کن چجوری خراب کرد. ببینم میتونی حالا اینا رو همجور به هم برزی و خرابش بکنی؟ آخه این کارا چیه میکنی مرد؟ بابا آروم باش. چی آروم باش؟ تو داری همجور رو اعصاب من قدم میذاری. چی بگم آخه؟ خیلی خوب شما بفرم بریم اونجا بشینیم آروم باشیم ببینیم چی شده، صحبت کنیم چی شده. بفرم. چرا سر این خانم اینجوری داد زدی؟ بابا داد نزدم، خانم از پنجره داشت حیاط خلوت رو میپایید. من گفتم خانم کلت رو بکن تو اون پنجره هم ببن. همین میپایید که داشت خونه رو نگاه میکرد. کار بدی میکرد؟ خب اومده خونه رو اجاره کنه، این حقو نداره حیات خلوت چه ببینه، اتاقش رو ببینه، همینم حال و پذیرایش رو ببینه. خب بدبخت داشت نگاه میکرد دیگه. چقدرم خانم خوبی بود، من چقدر از اون خوشم اومد، اونم چقدر از من خوشش اومد. داشتیم برای قلنامه این چیزا حرف میزدیم که اومدی کاسه کوزه رو راحت به هم ریخت و دبرو که رفتی. حالا من اگه تو این ما خونه رو اجاره ندم، بیام اجاره خونه رو از جناب علی بگیرم. آره به من چه؟ چه حرفی میزنی؟ خانومه میگه خوشش نیومد، بعد از من طلبکار شدی؟ شما اومدی اونجا فالگوش وایسادی؟ نه. بله میگم نه. تو حرف منو باور نمی کنی؟ بابا خانومه داشت بلند بلند صحبت میکرد، پنجره هم باز بود، منم خب یه چیزایی شنیدم. پنجره بسته بود؟ اصلنم اون خانوم بلند بلند صحبت نمی کرد. بله. آره خب بس من چجوری من شنیدم؟ نمیدونم والا. آره درسته، پنجره بسته بود. میدونی چی شد؟ من آخه یه توکی پا اومدم بالا که ببینم این خانومی کیه که میخواد خونه رو اجاره کنه. بعد فکر کنم اتفاقی همونجا یه چیزایی شنیدم. درست میگه، پنجره بسته بود. به شما چه ربطی داشت که خانوم کیه و میخواد اینجا رو برای چی اجاره بکنه؟ بابا ما هم تو این خونه یه حق و حقوقی داریم دیگه، نداریم؟ نخیر؟ چه حق حقوقی داری؟ ببین آقا منصور، چند دفعه بهت دارم میگم، برای آخرین بار دیگه دارم، باز دوباره چی داره میسوزه اینجا؟ وای بازم سوخت. هر وقت میای اینجا هم غذای منو هم این دل منو میسوزونی و میری. سالاد بهت من خوب شرط. خب بابا چان چقدر ایراد شدی شما؟ اصلا بابا غذایی که اولش میمونه، غذایی که دوست نداره خیلی ربطی داره. آقا حامد، خب سب کنین همه بیان دوره هم بشینن، بعدن شروع کنین. خب الان همه دوره هم نشست. وای من معذرت میخوام، من یام فکر کردم همه نشستی من دارم غذا میخورم. من معذرت میخوام چون معمولا من میام میشینم و دیگرانم میشینن بعد با هم غذا میخوریم. من واقعا شرمندم، نمیدونم چرا این دفعه یه دفعه نشستم و شروع کردم به غذا خوردن. هیچ موقع من چنین جسارتی نمیکنم که بشینم و غذا بخورم. منو واقعا میبخشید. میدونی شاعر میگه که اگر تو نشستی و من نیز کنار تو نشستم. حامد الان که دیگه حواست هست که من واقعا معذرت میخوام. مادر جون
جون دلم. برو بابات صدا بزن بگو بیاد غذا بخوره. بابا ما اون که میدونیم نمیاد. میاد عزیزم. اون هر چی هم دوست نداشت باشه قرمه سبزی رو دوست داره. پاشو برو صداش کن بگو بیاد. پرسو جان مبادا بگی مامانم گفته ها، بگو بابا خودم دلم میخواد صدات بزنم که بیای همه دوره هم غذا بخوریم. خیالت راحت. برو قربونت برم. برو. خوشمزه شدی. خیلی. کیه؟ بابا مامان میگه نهار بیاین این طرف. سوسیس ها سوخته. نه این سالمه. ببینم مامانت تو به من بگی بیام. بله خودش به من گفت. چی گفت؟ در گوش من گفت. چی گفت؟ گفت که برو به بابات بگو نهار بیاد این طرف. بعدم گفت نگو من گفتم. بعدم گفت خودش که یه جوری بگو از جانب خودت من خودم دلم میخواد که شما بیاین نهار داره هم بخوریم. من نمیام. خب چرا پدر من؟ من حوصله جر و بحث الکی ندارم. جر و بحث چیه؟ وقتی خودش به شما گفته یعنی من نمیخوام جر و بحث کنم. یعنی کیف کرده گفته شما بیای. تو مادرتو نمیشناسی. اون یه چیزی برای گیر دادن پیدا میکنه. منم که رو فرم نیستم دوباره دعوامو میشه. من نمیم. هر تو خودت میدونی پدرم. سلام مملکت خسروانی خسروانی. آره من نمیم. حالا نار چی هست؟ قرمه سبزی. بعدم میگی شما داری. اون خورش دادم من قدر گوشت دوست دارم. عاشقشم. عاشق گوشتم. عجب گوشت دارم. به 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 چه اینجا نگاه میکنی؟ خسته نباشی. سلامت باشی. بیزامت منصور خان یکی دوتا از این گوشتا رو لطف کن تو بشقاب منم بذار. این چیه؟ گوشت بذار. لوبیا نه. بیا یه دونه دیگه محبت کن. خوب شو؟ یه دونه من بده. نمیتونم بدون گوشت. بخور رضا تو بخور. بعضی انگار از قحطی برگشتن. دیدی برای یه توی گوشی آب ریزی میکنه. حتی من فکر کنم منظورشون خود شما بودن. امامی آره؟ بله من که بهترین غذا رو برای خودم درست کرده بودم. همون که سوخته بود؟ حالا هرچی سوخته. همون سوخته بهتر از این قرمه سبزی بدمزه شماست. پرستو گفت تو اصرار کردی من بیام. بگرم نمیمادم. پرستو جونم من گفتم برو بگو بابات بیا. من که با این قهر بودم که وقت دعوتش میکنم میگم پاش بیر نهار بخور. شما با من قهر نیستید. من با شما قهرم. شما داری خودتونو میکشید با من آشتی کنید. یه قرمه سبزی درست میکنید ولی کور خونی. من دیگه باید آشتی نمیکنم. قهر قهر تا روز قیامت قهر. بابا تو رو خدا جون من دوباره شروع نکنین. دور هم نشستیم غذامونو میخوریم. آره اصلا میخواین من از سهمیم چند تا بلیط هواپیما میگیرم میریم بندر عباس. هم یه آب و هوایی عوض میکنیم. آره. همین این قهر رو اینا رو دیگه تموم میکنیم. میریم دیگه غذاتون هم بخوریم. آره فکر بسیار خوبیه. البته من فکر میکنم با اتوبوس خیلی بهتره بریم. حامد نه ترس، هواپیما خیلی خوبه. ترس نداره که. باور کن من نمیترسم. من فقط میخوام سهمیه رنا بی خودی حروم نشه. بی خود بی خود جربست نکنی. من از اینجا تا سر کوچم با این باباتون را نمیرتم برم جایی. اون وقت پا میشم میرم باش مسافرت. چه بهتر. من با تو تا دختران میرم عوضش. البته با دامادتون. قش کردم از قصه مردم. همچی حرف میزنه مثل که من کشته مرده رفتن مسافرت با ایشونم. من اگه بخوام مسافرت برم دست دوتا دخترامو میگیرم. به اضافه دامادتون. چه میدونم حالا؟ برشون میدارم میبرمشون بهترین جا، بهترین هتل، بهترین غذا رو برشون سفارش میدم، بهترین گردشگاه ها میبرمشون، بهترین لباس ها رو برشون میخرم بپوشن، بهترین شلوار برای دامادتون. برای سه روز برنامه‌تون پر شده دیگه. باید یواش یواش به بهترین شکل برگردید. باید هم بخندی. تقصیر منه که میشم مسافرت خارجم و جلوی جنابعالی رو میکنم.
تو باید برگردی بری تو همون شرکت تو اون مرغ و خروساتون رو جا جا بکنی و کش کش کنی. آقا باشه، من میرم مرغ و خروسم رو جا میکنم، دیگه هم برده میگردم توی خونه اگه پامو گذاشم توی خونه. بی خود اصرار نکنید، دیگه بر نمیگردم توی این خونه. واسه چی اصرار میکنید؟ من دیگه پامو توی این خونه نمیذارم، بی خودم اصرار نکنید. چه؟ پرسو چرا چشت قرمزه؟ تو واسه چی گریه میکنی رانو؟ برای چی گریه میکنی؟ بذارید من برم، بی خودم اصرار نکنید، بذارید من برم. بابا از جون من چی میخواید شما؟ بذارید من برم از این خونه سر بذارم به این بیابون، خودم و کفنم و بپوسونم دیگه راحت بشم، بی خود اصرار نکنید، بذارید برم، بذارید من برم. به میگم ولم کنید دیگه بابا، اصرار نکنید، بذارید من برم دیگه، تا ابد، تا ابد دیگه از اینجا میرم دیگه، ریخت شما رو نمیبینم دیگه. گفت تا ابد دیگه، مثل که میره دیگه، من میگم اصرار دیگه فایده نداره. ای بابا تو دیگه چی میگی؟ بذار سر جا بدونم این خود حرف میزنه، خودت میگی من تا ابد. حیف گوشت. میدونی؟ مامی جان باشو این ماست و سبزی رو بده به منصور، غذاشو خالی نخوره. باشو بیر جانا. جونم بابا مامانت کو؟ طوری شد دوباره؟ تموم شد دیگه، تموم شد. یعنی چی بابا؟ چی تموم شد؟ همه چی، همه چی. بابا خواهش میکنم دوباره شروع نکنم، ما اعصاب داریم به خدا. بابا جون من گوش کن به حرف من، تا هر وقت که دوست دارین همین جوری با هم هکل بکل قهر بمونید اگه کسی حرف زد، ولی حرف طلاق ملاق رو نزن بابا. از این به بعد هر وقت حرف هر چی رو دلم بخواد میزنم. برو به مامانت بگو دیگه با سابق خیلی چیزا فرق کرده، خیلی چیزا. یعنی چی بابا؟ یعنی این که منصور جمالی قبل مرد، به درک مرد. این مرد برو نشد. نه نه نه، البته منظورم این که امروز مرد جدیدی در جهان زاده شده، رئیس مرکز پخش مرغ و تخم مرغ شرکت پرواز طیور، جناب آقای منصور جمالی. واقعا یک کف مرتب به افتخار خودتون آقای جمالی بزنید. به 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 کف دومو به افتخار، به افتخار خودتون. دیگه کافیه دیگه حامی جان، دیگه خجالتم نده. حالا که اطلاع رسانی لازم انجام شد بریم به کارامون برسیم که خیلی کارا داریم. ما میریم به کارامون. شما هم به مامانه سلام برسیم. بریم. بیا. غیر ممکنه. چرا؟ برای اینکه مادر من آرزوم باباتون تو زندگیش پیشرفت داشته باشه، ولی رئیس رؤسای ادارم که اونقدر ساده نیستن که بیان یه شبه به یه کارمند معمولی این پست و مقامو بدن، مگه میشه؟ خب مامان من، شما هنوز بابا رو نشناختی. بابا آدم تیزیه، آدم بلدیه، اونا هم دیدن تجربه داره، بهش مارسه رو هوا زدن، گفتن از تجربیاتش استفاده کنیم. دروغ میگم؟ هزاری هم که تجربه داشته باشه ها، هزاری هم که تیز باشه، من تا با این چشمای خودم نبینم، با این گوشای خودم نشنوم، باور نمیتونم بکنم که نمیکنم. دست خودم هم نیست. بدش به من. بله بله. الو تاکسی تلفنی ارغوان. آقای محترم اشتباه گرفتین، اینجا تاکسی تلفنی ارغوان نیست. ای بابا بشتب. بله ارغوانو میخواد. خب حالا شلوار ببین با کدوم میادش. نگاه کن این سه تا شلوار داره، حتی چهار تا دارم. اینا اون شلیه رو کنار خودت نگه دار. نگاه کن این اینو، این کدومش خوبه؟ این با هم خوبه بچه، من کامل بچه. تو ببین کدوم با کدوم میاد دیگه. نه 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 خوب نیست، خوب نیست. با این سربه چی؟ نه نه خوب نیست. این چی؟ نه نه متاسفانه. این چی؟ نه نه همین. این بد نیست، اگه پیرن و گوجهی داشته باشی باش ست کنی. نه گوجهی که ندارم. خب میخوام اصلا چیز کنم، سر کنم من درست میکنم. پیرن چارخونه که دارم، این چارخونه. خب
با این چارخونه با این میاد با این چارخونه هفتان میاد نمیدونم فردا چی بپوشم یه لباسه به در بخور ندارم ببینم تو شلوار نداری که کوچیک شده باشه بعد اندازه من باشه ترتمیزم باشه در حال حاضر من فقط الان یه کلاه شنا دارم من فکر نمی‌کنم مناسب باشه تو اینجا جب گیری کردی ما پس فردا من چی بپوشم آخه نظر من اینه که منصور جان لباس اصلا مهم نیست بله اصلا مهم نیست الان که نظر من اگه بخوای من فکر میکنم بهترین چیز اینه که ما یه مهمونی میگیریم آخر هفته رو یه مهمونی عالیه هر کی رو که میشناسی دعوت کن آره دوست دارم منصور جون یه مجلسی برات برپا کنم یه مجلسی برات بهتره کنم که حالش رو ببری متشکرم متشکرم از عزیزان حاضر توی سالن خواهش میکنم به افتخار جناب آقای منصور جمالی یک کف بلند بزنید به 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 نه نه شله صدا نمیاد دوست دارم بلند دست بزنید جوری که مرغ و خروس ها بفهمن رئیسشون کیه آها آی عقبی ها بلندتر دست بزنید بیا دست بیا تو به من وفا نکردی تو به من وفا نکردی از همون روزی که خواستم من تو را ببینم خیلی الان نفس ندارم بسه دیگه بابا جان من نمیخوام حالت تظاهر و فقفروشی داشته باشه حالا شاید بقیه فکر کنم من چقدر منتظر همچین روزی بودم یه آدم تازه به دوران رسیده ای هستم بابا جان میدونی چیه حد اکثرش اینه که ما بتونیم اگر تو روزنامه یه دو سه بار آگه یه تبریک و تهنیت بفرستیم یعنی خودمون میفرستیم ولی چه از طرف بقیه برای مثلا من مثلا شرکتی جوجه فلان یه چیزی پیدا میکنیم که برای ما مثلا تبریک و تهنیت فرستادن بعد اگه هم بتونیم یه آشنایی پیدا کنیم یه هفتش بار تو اخبار اعلام میکردن اونم بد نبود بابت بوده دارم چیز میگم آقا اطلاع رسانش میدونم بوده تو از بابت آشنا کاملا یعنی من برات حل میکنم جون من با خیلی جون من جان تا پشیمون شدیم من دیگه نه معذرت خواهی تو قبول میکنم نه باد آشتی میکنم بفرمایید در واسه چی میبندی؟ ها؟ بذار به یه پست و مقامی برسی اون وقت وایسه بر من اولدرم بولدرم کن رسیدم خانم به نرسیدی هنوز که به تو پست و مقامی ندادن که اینجوری وای میسی بر من اولدرم بولدرم میکنی یعنی چی؟ یعنی که همین الان به ادارتون زنگ زدم تمام همکاراتون پشت تلفن روده بر شده بودن از خنده سر کارت گذاشتن آقا نه آره چرا آقا مرغ مادرم داریم بله این شوخی بیمزدی چی کرد زنگ زد خونه ما؟ سلام خوب هستی؟ من نمیدونم بکنم آقای سعیدپوری آقای حیدری بودن بله بگی یادداشت میکنم بله سعیدپور مرادی سلام جمال جان جانم کی زنگ زد خونه ما؟ تو که میدونی من اهل زنگ نیستم مگه من هموطن تو هم تو زنگ زدی؟ من زنگ نزدم از کی زد؟ مرادی بزد من نه آقای جمالی چند لحظه تشریف بیارین اینجا سلام بشین راحت باش آقای جمالی درست باشین این چه درد نشستنیه ببخشید آقای جمالی مثل که زیاد دوست داری رئیس باشی آره کی گفته من کار خودم خیلی دوست دارم اصلا هم دوست ندارم رئیس بشم مرد حساب گوله بعضی ها رو نخو اذیت بکنی همین کاری هم که داری ازم میگیرم
چیکار میکنی؟ باش نمیشه بلنگ شو بیرون بارا تو دفترت مرد تا به منه داری بزنی یا مرکز تو زندگی بارا به همه دست سنگینی هم داره و خدا وکی و نام امشب چقدر داره غمگین میخونه دلش گرفته ولی کاملا داره فالش میخونه میدونید توهی از استعداد من فالش مار چه میفهمم چی آقا حامد من میگم داره غمگین میخونه برو بهش بگو قیمس حتما میاد منتها نگی مامانم گفته دوباره ها بگو خوراشش پر از گوشته میاد امشب شام چیه؟